سلام سلام برسه دوستای عزیز، امیدوارم که خوب و جور صحتمند باشید. هر جایی که هستید جانتان جور باشه. خیلی زیاد خوش اومدید به این ویدیو. بچه امشب هم ویدیو جایزه دار داریم و هم ویدیو تنظیمات اسکوپ دهمی ویدیو، پس لطفا اگر که فکر میکنید یکی از خوشداله های امشب شما هستید، لطفا با ما باشید تا آخر. پس با هم بریم سراغ تنظیمات اسکوپ. بچه خیلی یک ویدیویی که خیلی از یک سوالی که خیلی از این دوستا برای همیشه از این پرسان میکنن، چی در استریم چی در زیر کامنت های ویدیویی که پست میکنم، میگن که ما تنظیمات اسکوپتون میخواییم و ما در این ویدیو هم میخوام براتون تنظیمات اسکوپ کدش بانم، هم میخوام که کنترل خود ما که چیزی که استفاده میکنم کدش براتون بانم. امیدوارم که در کارتون بیا یک سری چیزای نکتهای ریزم هست که در این ویدیو براتون میگم و امیدوارم که 1% براتون کمک کنه و به دردتان بخوره. اول از همه براتون بگم بچه ها، تنظیمات اسکوپ در نظر خودم برای هر موبایل فرق میکنه، خب یا برای هر آیپد فرق میکنه. من خودم در آیپد پرو 2011 در آیپد پرو 2020 مدل 11 اینچیش گیم میزنم. اگر که جایروسکوپ بازی میکنید و در این مدل آیپد گیم میزنید، در نظر من تنظیمات اسکوپ و یک تنظیمات اسکوپ خیلی خوبه که خیلی راحت میشه کنترل کرد. و شاید که نمیدانم در دیگه موبایل ها شاید کار بده شاید کار نده، گفته نمیتونم، بستگی به خودتان داره چه رقم تنظیمات اسکوپ چه رقم خودتان کنترل میکنید. و تنها چیزی که میخوام براتون بگم قبل از اینکه تنظیمات اسکوپ ما را استفاده کنید یا کدش وارد کنید، از تنظیمات قدیمی تان هر رقم که هست بعد خوب هر رقم که هست اسکرین شات بگیرید که اگر که تنظیمات ما کار نداد تنظیمات قبلی خودتان داشته باشید که انشالله کار بده. از من با هم بریم سراغ ویدیو، میریم مستقیم زمین تمرین، یک سری چیزا میگم بعد از اون کد میمونم. پس با ما باشید تا ادامه ویدیو. سلام سلام بچه، خوش آمدید به زمین تمرین. اینجا کی هست زمین تمرین، همطور که خبر هستید و مسئله خود گرفتم بچه، این رقم گریپا روش انداختم، گریپ ام اف زدیم، یک گریپ چیزه، گریپ فکر میکنم فینگر گریپ، ولی خب لیزر سایت بهتره برای مفسد، گریپی که لیزر داره. حالا دیگه گرفتیم دیگه. خب بچه ای تنظیمات اسکوپ ما کدش براتون نشان میدم پس اونتر. من خودم جایروسکوپ بازی میکنم، یعنی سعی کنید ما اگر که آیپد خود تکان میدم طرف و طرف و چیز میشه، یعنی صفحه بازی هم شور میخوره. و یک چیز دیگه که براتون نشان بتون بچه، من اصلا خب بعضی هستن مثلا که جایروسکوپ بازی نمیکنن و واقعا اشتباه میکنن، سعی کنید من یک چیز براتون نشان بتون. من همراه یک دیست براتون چیز میگیرم، مثلا ریکویل میگیرم، چون من دیستی راستیم کلا روی چیزه. باشت من اسکوپ کنم اول دیستی راستیم، من کلا پشتی چیزه، درسته پشت آیپده، باشت یکیم عقب بیارم که ببینید چه کنید. خودی من دارم بالا رو سیم کنم، مثلا خدایی چه کنید، یک دفعه دیگه خوب نشد، یک دیسته اصلا سعی کنید پای ناخونم پشتی چیزه، خدایی هیچ چیزم نداره آیپد. و اصلا خیلی ساده تنظیمات اسکوپ، واقعا اسکوپ 4 خیلی لرزش زیاده، اوخ از بیفته لرزش خیلی زیاده، سعی کنید یک دیسته اصلا تنظیمات اسکوپ ریکویل میگیریم، سعی کنید یک دفعه دیگه 80 متری. و البته ناگفته نمانه این در حالت استاد شده، من استاد شدم، مثلا اگر که من پیک بدم و بشینم یا در حالت پروت باشم خیلی خیلی ریکول کمتر میشه، همینطور که میبینید. تنظیمات اسکوپ که من دیگه دربارتون گفتم یک بحث خیلی طولانی و پیچیده داره، ولی خب خیلی ساده در اصل. من نمیخوام که چون هر چیزی که بگم تکراری از ویدیو قبلی، میتونید برید نگاه کنید که چه رقم میشه تنظیمات اسکوپ تانه جور کنید. من فقط در این ویدیو میخوام تنظیمات اسکوپ خودم دهتون نشان بدم، کنترلی که کدش بازی میکنم. بچه من خودم پیناخونه فول جایرو بازی میکنم، تنظیماتم هم ای کنترلم ای هسته
و همونطور که میبینید من کدش هم براتون نشان میدم بچه ها، سه کنید. کدی که ازش استفاده میکنم ای است، کدی که روی صفحه میبینید ای کدی است که اگر که شما روی موبایلتان روی آیپدتان ای کد بزنید تنظیمات من براتون میاد و دیگه نیازی نیست که مثلا همین تنظیماتی که خودم استفاده میکنم براتون روی موبایلتان یا روی آیپدتان میاد. و ای از ای بچه تنظیمات اسکوب من. فقط بچه یک نکته کوتاهی که میخواستم بگم در برتان در باره همین تنظیمات سنسیتیویتی، همین کامره که هست بچه مربوط به این میشه که شما مثلا میخواید این طرف و طرف سه کنید. فقط مثلا من آیپد مینی 5 که داشتم کامره من کلن همین ستایشون اصلا بگم چیه، این ترد پرسون این سوم شخصه، فرست پرسون اول شخصه، این اف وی پیه فرست پرسن و ترد پرسن که اصلا همون تی پی پیه که اکثرا ما بازی میکنیم. و این کامره دیگه که هسته این دیست راستی که درجهش دارم کم زیاد میکنم این مربوط به او چیم میشه یا به همون فری لوک که یک دانه علامت چشم روی صفحه هسته، شما میتونید قدو چیز کنید. من کلا همشون یک چیز گذاشتم، چی در اف وی پی چی در تی پی پی چی در او چشم، که دیگه وقتی که اگر که چیز کردم یعنی در دو حالت راحت باشم، یعنی در دو حالت که دارم بازی میکنم یک چیز باشه درجهشی و فرقی نکنه. مثلا وقتی من در تی پی پی عادت کردم یک دفعه مثلا درجه می 200 یک دفعه برم توی اف وی پی ببینم درجه می 100 اذیت میکنه، خودم هم گیج میشم و این مربوط به اون میشه. خب اگر که دیدید نفرتان صفحه موبایلتان خیلی کلانه و شما دیستتان رو نمیتونید زیاد بدوانید روی صفحه، اگر که مثلا فکر میکنید که باید خیلی زیاد بدوانید دیستتان تا که یک طرف دیگر سی کنه، و یعنی که درجه تان کمه، درجهش رو زیاد کنید درست میشه و برعکس. این کامره هم دیگه مربوط به چیز میشه، وقتی که شما اسکوب باز کردید و دنبال نفر میگردید. و این دوتای اولی هم که چیز دیگه بدون اسکوب دیگه همونطور که گفتم ترد پرسن تی پی پیه و فرست پرسن اف پی پیه بچه. این اد سنسیتیویتی هم مربوط به چیزه، وقتی که شما در حال جنگ کردن هستید و میخواید ریکویل بگیرید و این هم مربوط به اون میشه دیگه. در ویدیوهای قدیمی هم گفته بودم زیاد طولانیش نمیکنم. جایروسکوپ هم که مربوط به این میشه که شما آیپد چی رقم مثلا وقتی که میخواید ریکویل بگیرید آیپد هم میخواید آسای رقم چیز کنید ریکویل بگیرید، یا کی رقم ریکویل بگیرید، یا کی بخی رقم ریکویل بگیرید، یا کی اصلا ریکویل نگیرید فقط جایروسکوپ بازی کنید قد ناخن خود چیز کنید. جایروسکوپ یک خوبیایی داره. چه خوبیایی داره؟ در نظر من یک ویدیو دیگه هم جور کردم دربارش گپ زدم، سعی کنید بچه یکی از بهترین در نظر من یکی از بهترین دلایلی که من میگم جایروسکوپ بازی کنید این دلیله که نال براتون میگم. سعی کنید بچه شما یک دونه آتیش دارید درسته، شما پشتی این سنگ نفره، شما اگر که بخواید در حالت عادی را آتیش بندازید شاید از این فاصله راحت باشه درسته، فاصله سیمتریه، ولی خب اینجی که مثلا اگر که اینجی خوابید اینجی خیلی سخت آتیش انداختن میبینید گم میشه، حتی اگرم که اف پی کنید بازم یک کمی چیز میشه، ولی اگر که یک کمی دورتر برید حتی دمو اف پی پی هم دیگه نشان نمیده براتون. شما میاد چیکار میکنید؟ جایروسکوپتان اگر روشن باشه خب شما این علامت چشم میبینید، علامت چشم روی صفحه این طرف که سیو میکنید درسته، این علامت چشم طرف پایین کش میکنید، ولی البته اول یا آتیش یا گرنید یا که اسموک فرق نمیکنه این را میگیرید، این علامت چشم طرف پایین که کش کردید درسته، این چیزم سیو کنید چقدر راحت میبینید. پس در نظر خودم بهترین یکی از بهترین دلایلی که در نظر خودم جایروسکوپ خیلی خوبه همین دلیله و خیلی راحت میتونید خیلی دقیق از نید از نمیفهم از آتش از هر چیزی که دارید خیلی دقیق استفاده کنید. و این سوالم خیلی دوستا پرسان کرده بودن میگفتن رضا تو چرا زور دیست دقیقه زیاده و گرینید که میندازی چرا قصد دور میره؟ حالا ما هرچی گفتیم ما ورزش میکنیم دیگه، میکنیم کس باور نکرد دیگه مجبور شدیم که دیگه حقیقت رو بگیم دیگه. و یه مزی بچه ها دیگه کدام سوال دیگه نمیمانه، فقط سنسیتیویتی خورم براتون نشان بدم. کد سنسیتیویتی هم هست بچه ها، ای کد هسته سه کنید، کد سنسیتیویتی ما ای هسته، همین کدی که روی صفحه میبینید و
اگر که این کد بزنید در بخش سعی کنید در بخش همین لای اوت منیجمنت سرچ متد اینجا همون کد بزنید، کد ما تنظیمات اسکوپ ما فیکس برای شما میه و تنظیمات کنترل ما کدش ایه بچه، تنظیمات کنترل ما کدش ایه و اگر که شما اینجا سرچ متد دوباره کپی بزنید این کدی که ما براتون گفتم اینجا بزنید مستقیم کدشون برات میه و تنظیمات اسکوم کسی بتونه استفاده کنه، کسی بتونه کنترل کنه. در نظر خودم خیلی تنظیمات اسکوم خوبیه برای آیپد یا موبایل. و ویدیو رو زیاد طولانی نمی کنم بچه، لطفا لایک کنید ویدیو رو اگر که خوش سرمد و برای حمایت از ما لطفا چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و بازم خدا یارتان بچه ها. تشکر که با ما بودید تا جای ویدیو و خدا حافظتان.